اعتراض‌های دانشجویی در کرمانشاه و دهلوران، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در تهران، قره، رودبار، بندر شاهپور، ماهشهر، بهبهان و گچساران، اعدام دو زندانی هموطن عرب. دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه در اعتراض به شهریه‌های بالا در مقابل دانشگاه تجمع کردند و خواستار کاهش شهریه‌ها شدند. دانشجویان غیربومی دهلوران در اعتراض به نداشتن خوابگاه در مقابل دفتر گردانندگی دانشگاه تجمع کردند. معترضان گفتند تا مشکل خوابگاهشان حل نشود به سر کلاس نمی‌روند و اعتراض خود را گسترش خواهند داد. حدود 600 تن از کارگران کارخانه لاستیکسازی ایران تایر در تهران در اعتراض به تصمیمات ضد کارگری رژیم روز چهارشنبه 9 بهمن ماه اعتصاب کردند. طی 3 روز اخیر حدود 240 تن از کارگران این کارخانه که حاضر نشدند به خواسته های کارگزاران رژیم در مورد اضافه کاری تن بدهند اخراج شدند. بنیاد غارت و چپاول رژیم موسوم به بنیاد مستضعفین سرپرستی این کارخانه را بر عهده دارد. نزدیک به 200 تن از کارگران کارخانه فولاد زاگرس روز چهارشنبه 9 بهمن ماه در اعتراض به پرداخت نشدن 7 ماه حقوق عقب افتاده در مقابل فرمانداری رژیم در شهرستان قره تجمع کردند. کارگران کارخانه سیمان لوشان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در مقابل فرمانداری رژیم در رودبار تجمع کردند. روز قبل از آن نیز طی تجمعی در مقابل کارخانه کارگران با آتش زدن لاستیک خشم خود را از دستگیری 5 تن از کارگران این کارخانه ابراز کردند. به دنبال 2 روز اعتصاب کارگران پتروشیمی فراورش در مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور، صبح روز دوشنبه 7 بهمن کارگزاران رژیم مجبور به عقب نشینی در برابر کارگران شدند. کارگران خواستار آن شده بودند که 20% به دستمزد پایه حقوقشان اضافه شود. بیش از 170 تن از کارگران پتروشیمی فجر ماهشهر روز چهارشنبه در اعتراض به اخراج نماینده کارگران به خاطر مخالفت با اقدامات سرکوبگرانه و ضد کارگری دست به اعتصاب زدند. کارگران شرکت جهاد تحقیقاتی آب و انرژی در شهرستان گچساران روز دوشنبه 7 بهمن ماه اعتصاب کردند. این اعتصاب در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده صورت گرفت. اعتصابیون با رئیس پروژه که حکم اخراج کارگران را صادر کرده است درگیر شدند و او را گوشمالی دادند. کارگران شهرداری بهبهان 19 روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن 7 ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند. نانوایی های رامشیر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 7 و 8 بهمن در اعتراض به کمبود آرد که منجر به تعطیلی مغازه هایشان گردید در مقابل شهرداری رژیم تجمع کردند. جمعی از متقاضیان خودروی پراید که بعد از گذشت چند ماه از پرداخت پول هنوز خودرویی به آنها تحویل داده نشده است، روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه در مقابل شرکت سایپا تجمع اعتراضی برگزار کردند. ماموران امنیتی رژیم آخوندی به اعضای خانواده‌های دو زندانی هموطن عرب به نام‌های هادی راشدی و هاشم شبانی که از مدتی پیش خبری از آنها در دست نبود گفتند این دو زندانی اعدام شدند. زمان دقیق اعدام این دو نفر و محل دفن آنها منتشر نشده است.